فاد حسین وزیر امور خارجه دستور داد تا نمایندگی های عراق جهت اعطای روادید ورودی برای سفر اربعین حداکثر تلاش خود را به گیرند به گزارش خبرگزاری رسمی عراق با احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق روز جمعه در بیانیه اعلام کرد نمایندگی های عراق به صورت شبانه روزی برای تسهیل اعطای روادید ورود به عراق فعالیت می کنند الصحاف ادامه داد اتاق ویژه واکنش استرالی برای نظارت بر اجرای هرچه مطلوب تر این دستورالعمل در بخش کنسولی وزارت خارجه راه اندازی شده و بر فعالیت تمام نمایندگی های عراق نظارت می کند تا مراسم اربعین با موفقیت انجام شود. سخنگوی وزارت خارجه عراق همچنین تاکید کرد که این وزارتخانه برای ترویج گردشگری مذهبی تلاش می کند لازم به ذکر است که آیت الله شیرازی پس از سالها تاکید مبنی بر ایجاد تسهیلات لازم برای زائران امام حسین علیه السلام در ایام زیارت اربعین به ویژه در رابطه با گذرنامه و ویزا در آخرین سخنرانی عمومی در شام قریبان به دولت حال اسلامی به ویژه دولت عراق توصیه فرمودند که تسهیلات گذرنامه و ویزا برای زائران اربعین حسینی در نظر گرفته شود خوشبختانه پس از این توصیه ها و بر اساس دستورالعمل شماره 23437 هیئت وزیران عراق تسهیلاتی برای زیارت اربعین توسط دولت عراق در نظر گرفته شد و زائران پاکستانی، افغانستانی، لبنانی و یمنی که در این ایام وارد خاک عراق می شوند شامل معافیت ویزا شدند.